همزمان با آغاز انتخابات پارلمانی هند که به بزرگترین انتخابات جهان شناخته می شود، برخی رسانه های بین المللی گفتند مسلمانان از غایبان اصلی این انتخابات هستند. به گزارش الجزیره، در حالی که مسلمانان حدود 15% از جمعیت میلیاردی هند را تشکیل می دهند، هیچ صحبتی درباره مطالبات، منافع و دردهای آنها در این انتخابات مطرح نمی شود. همکارم در این زمینه گزارشی را تهیه نموده که با هم می‌بینیم. انتخابات پارلمانی هند و بزرگترین انتخابات جهان روز جمعه 31 فروردین آغاز شد که طی آن میلیون‌ها شهروند این کشور حکومت 5 سال آینده‌شان را انتخاب خواهند کرد. طبق گزارش آسوشیتد پرس، این انتخابات 6 هفته ادامه خواهد داشت و طی آن بیش از 10% جمعیت کره زمین که 970 میلیون تن می شود در 21 ایالت هند رأی خواهند داد. با این حال مسلمانان که 15% از جمعیت هند را تشکیل می دهند، با جمعیتی بالغ بر 200 میلیون نفر بزرگترین غایب انتخابات کنونی هند محسوب می شوند و هیچ صحبتی درباره مطالبات، منافع و دردهای آنها در این انتخابات مطرح نمی شود. به گزارش الجزیره، در حالی که همه احزاب به دنبال جذب آرای شهروندان هستند، تنها تعداد کمی از شخصیت‌های مسلمان در این انتخابات و حتی در حوزه‌هایی که اکثریت مسلمان در آن حضور دارند نامزد شده‌اند، در حالی که حزب بهارات یا جاناتا آمدانه و در راستای خوشایند هندوها موضوعاتی را مطرح می‌کند که تأثیر منفی بر مسلمانان دارد. این حزب با لغو قوانین ثبت احوال اسلامی و با اجازه به هندوها برای تصرف مساجد بیشتر، با ادعای اینکه آنها پس از تخریب معابد هندو ساخته شده اند، همچنین با بستن مدارس اسلامی، طرح خود را برای اجرای قوانین مدنی برای همه هندوها ادامه می دهد. حزب مطبوع مودی همچنین با غذای حلال و حجاب مبارزه کرده و مساجد، قبرستان‌ها و زیارتگاه‌های مسلمانان را تخریب می‌کند. مودی مبنای قانونی سلب تابعیت از میلیون‌ها مسلمان را با اصلاح قانون شهروندی علاوه بر به حاشیه راندن مسلمانان از نظر سیاسی در وزارتخانه مرکزی یا دولت‌های ایالتی که توسط این حزب اداره می‌شود وضع کرد. حتی در پارلمان یا شوراهای قانونگذاری ایالتی اجازه نمی‌دهد حتی یک مسلمان از سوی حزب مودی نامزد شود. بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات، شمار نمایندگان مسلمانان در پارلمان‌های متوالی هند نشان می‌دهد که تعداد نمایندگان آنها در سال 1952 به 11 نماینده یا 2% و در سال 2019 میلادی به 27 نماینده یا 4.4% رسیده است. بالاترین درصد نمایندگان مسلمانان در سال 1980 میلادی با 49 نماینده مسلمان یا 10% بود، در حالی که امروز حداقل باید حدود 80 کرسی در مجلس مرکزی داشته باشند. دولت مودی همچنین متهم است که در پس کشتار مسلمانان به بهانه‌هایی مانند خوردن گوشت گاو، ذبح گاو یا ازدواج با زنان هندو بوده است و عاملان این جنایات به ندرت مجازات شدند. در دسامبر 2019 دولت مودی قانون شهروندی اصلاح شده را تصویب کرد که به غیر مسلمانانی که از کشورهای همسایه می آمدند اجازه می داد شهروندی هند را دریافت کنند، اما اگر مهاجر مسلمان بود آن را ممنوع کرد. همه احزاب تحت تأثیر این سیاست ها قرار گرفتند و اکنون هیچ حزبی به فکر مسلمانان یا نامزدی آنها در انتخابات نیست و هیچ حزبی دوست ندارد مسلمانان با لباسی که نشان دهنده شخصیت آنها باشد در جشنواره های خود ظاهر شوند. به مسلمانان همچنین اجازه داده نمی شود در جشنواره های حزبی سخنرانی کنند، امری که برای مودی و ایدئولوژی وی موفقیت چشمگیری محسوب می شود.
حتی اگر حزب بهارات یا جاناتا در انتخابات پیروز نشود، مسلمانان به دلیل تأثیر سیاست‌های مودی در گفتمان سیاسی هند در حاشیه خواهند ماند. ساعتی پیش با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن گفتگوی داشتم و از او در رابطه با انتخابات هند و تأثیر آن بر وضعیت مسلمانان این کشور پرسیدم. با هم پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را بشنویم. خب، ضمن عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون در رابطه با موضوعی که اشاره کردید، انتخابات پارلمانی هند که حدود 3 تا 6 هفته طول خواهد کشید، در رابطه با موضوعاتی که برای مسلمانان هند اتفاق میفته، خب البته این مسبوق به سابقه هست. با اینکه ما در سال 1952 یک آمار 2% از حضور مسلمانان در پارلمان رو داشتیم، این رقم در سال 1980 به بالاترین رقم میرسه، یعنی حدود 49 نماینده به جای 11 نفر. و در سال 2009 ما این رو در حد 4% یا 27 نفر میبینیم. دلایلی که موجب میشه ما به لحاظ جامعه شناسی باید در رابطه با کاهش حضور مسلمانان در انتخابات هند یا به عبارت دیگر حذف سیاسی اونها از صحنه معادلات دموکراتیک یا صحنه انتخابات یکی از مظاهر مشخص در بروز دموکراسی در کشورها محسوب میشه بنگریم، میشه به چند تا عامل اشاره کرد. یکی از عوامل مربوط میشه به وجود تبعیض علیه مسلمانان که ریشه تاریخی داره. این ریشه تاریخی از زمان فتح شبه قاره هند توسط مسلمانان یک شوک بزرگی رو در ذهن برخی از این افراطی های هندو به وجود آورده که هر فردی که در واقع مسلمان هست تا زمانی که بر دین خودش باقی هست یک هندوی کامل نیست. طبیعتاً در طول تاریخ شاهد خشونت‌های بسیار زیادی بین هندوها و مسلمانان بودیم. گروه سیک به عنوان افراطی ترین گروه همواره تلاش کرده که کشتار زیادی را علیه مسلمان‌ها انجام بده. در حال حاضر حزب حاکم بهاراتی جاناتا که آقای مودی نخست وزیر فعلی در واقع رهبری میکنه اون حزب رو، ما در رابطه با رفتار این حزب جهت کاستن نفوذ مسلمان‌ها و حضورشون در انتخابات و حتی در عرصه فعالیت‌های اجتماعی موارد خیلی زیادی داریم. یکی از اونها تخریب مساجد اونها هست، مسلمانان که به تصور اینکه اونجا قبلا معبد بوده، معبد هندوها بوده. مطلب بعدی در رابطه با سیاست‌های خشن آقای مودی در سلب در واقع حقوق شهروندی از مهاجرینی که مسلمان هستن به این کشور وارد میشن، رشد طبقات ضعیف جامعه در این کشور هست، یا قانون اصلاح اصل شهروندی هست، تمام اینها تأثیر منفی روی مسلمانان هند گذاشته. ما در این شرایط میبینیم که مسلمان ها با اینکه یک جمعیت 200 میلیونی رو تشکیل میدن در این کشور، ولی عملا در صحنه معادلات سیاسی هند به ویژه در انتخابات اخیر خیلی حضور پررنگ ندارن. این موارد رو عرض کردم به دلیل اینکه میخوام ورود داشته باشم به اون مبحثی که دلایل کاهش نفوذ مسلمان ها یا حضور مسلمان ها در معادلات سیاسی هند چه تبعات منفی میتونه داشته باشه. اولا کمرنگ شدن نماد دموکراسی در کشور هست که هند خودش رو داعیه‌دار و بزرگترین دموکراسی جهان میدونه. دوم تحریک مسلمان ها و طبیعتاً رشد یک سری سیاست های تبعیض‌آمیز دیگر علیه مسلمانان در آینده خواهد بود و این میتونه اختلافات فرقی رو به مراتب شدیدتر و بیشتر بکنه. من امیدوارم که این بازنگری در رابطه با مسائل حضور اقلیت‌ها در انتخابات به یک شکل
یکسانی پیگیری بشه و این معادلات بتونه در جهت حضور تمام گروه های سیاسی و به ویژه مسلمان ها بتونه محقق بشه. این موردی که الان ما شاهدش هستیم، به گمان من اگر انتخابات در یک راستایی بره که ما شاهد حضور بسیار کم مسلمانان در پارلمان بشیم، در نگاه سیاسی هم میتونه مسلمان ها رو به سمت تقویت یک سری جنبش های اجتماعی، چه حالا به شکل صنفی و چه به حالت سیاسی و همسویی با احزاب مخالف دولت هند در آینده سوق بده، که خود اون میتونه موجب بروز اعتراضات در شکل دیگه‌ای بشه و دموکراسی هند رو ماهیتش رو زیر سوال ببره. خیلی متشکرم.